چطور به بچه‌م توضیح بدم که دوران قرنطینه با تعطیلات فرق میکنه و باید تکالیف مدرسه‌ش رو انجام بده؟ با لجبازی‌ها و بی‌خوابی‌های کودک تو این دوران چیکار کنیم؟ اینا سوال‌هاییه که شما با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی فرستادید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و سوالات شما رو امروز از دکتر هادی شاکر، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان می‌پرسم. دکتر شاکر، خوش اومدید به برنامه. خیلی ممنون از دعوتت. مریم گفته که دخترم 3 سالشه، از 2 ماهگی روی تخت خودش خوابوندمش، اما از شروع این جریانات تا حالا حتی 1 شب هم نشده که تا صبح توی تخت خودش باشه. هر شب از جاش بلند شده، یا من مجبور شدم برم تو اتاق کنارش بخوابم، یا اون اومده تو اتاق ما. چی کارش کنم که مثل قبل بشه؟ با توجه به شرایطی که الان هست و اینکه بچه‌ها دارن تطبیق میکنن با یک نحوه جدید زندگی، خیلی امکانی هست که بچه‌ها مهارت‌هایی رو که قبلا یاد گرفته بودن از دست بدن و یک عقب‌گردی بکنن. بنابراین خیلی نگران این شرایط نباشید. به نظرم دوباره از اول شروع بکنین. همون مراحلی که از اول طی کردین که عادتش بدین به جدا خوابیدن، تشویقش کنین با گرفتن ستاره برای اینکه تو جای خودش بخوابه و این دو تا سه تا ستاره تبدیل به جایزه بشه. اینا میتونه کمکش بکنه که بتونه این جدایی رو تحمل بکنه. ولی واقعیتش همونجور که عرض کردم اینه که ما انتظار داریم وقتی که روتین بچه ها عوض میشه و یه مقدار شرایط حالت اضطرابی به خودش میگیره، یه همچین عقب‌گردی در رفتارشون میگیره. یکی از مخاطبامون گفته بچه‌م 4 سالشه، به شدت لجباز شده و یک سره جیغ میکشه. نمیدونم برای سنشه یا عوارض تو خونه موندنه. میتونه این ترکیبی باشه از عوارض تو خونه موندن یا مراحل رشدی بچه‌ها. ولی در این شرایط که بچه ها تو خونه هستن، یه مقداری روتین زندگی عوض میشه، یه مقداری خود پدر مادرها ممکنه مضطرب باشن یا به خاطر شلوغی برنامه کاریشون تحت فشار باشن و اینا باعث میشه که بچه ها برای اینکه جلب توجه بزرگسالان رو بکنن رفتارهای ناهنجار بیشتری از خودشون نشون بدن یا رقابت با خواهر برادرشون بکنن برای جلب توجه پدر مادر. برای همین خیلی مهمه که توی این شرایط اون روتینی رو که همیشه برای بچه ها داشتیم بتونین حفظ بکنین و بچه ها بتونن پیش‌بینی بکنن که اگه یه کاری رو بکنن که منجر به تنبیه میشه یا منجر به تشویق میشه، شما همون روش همیشگیتون رو براشون انجام میدید. هرچی روال زندگی به روال عادی نزدیکتر باشه برای سلامت روان بچه ها بهتر. نازی پرسیده که بچه‌م مدام فکر میکنه دوران قرنطینه یعنی تعطیلات، از اون طرف مدرسه هم مدام تکالیف برای ما میفرسته. چطور باید به بچه حالی کنم که تعطیلات با قرنطینه فرق میکنه؟ واقعا کلافه شدم. ببینید، دو تا مود وجود داره. یه مودش اینه که پدر مادرها میخوان که همه چی عین مدرسه باشه و خودشون تو نقش معلم میذارن یا انگار پلیسی که بعد مواظب بچه‌ها باشه و اون روتین رو حتما جلو ببرن. و یه مدل دیگه هم پدر مادرایی هستن که فکر می‌کنن خب حالا بچه‌ها تو خونن و تعطیله، حالا چند هفته هم درس نخونن مهم نیست. این دو تا رو بذاریم دو طرف تیپ. یه دی پدر مادرم هستن که اون وسط یه مقداری از این طرفن یه مقداری از اون طرف. من پیشنهادم اینه که تعادل رو رعایت بکنین. در درجه اول روتین رو برای بچه‌ها بذارین. صبح که از خواب بیدار میشن، کی شب بعد برن به رخت خواب و در بین 3 ساعتی شما غذا میدین بهشون، صبحونه، ناهار و شام. و بین اینها بتونین روتینی رو بذارین که چه وقت وقت آزادشونه، چه وقت وقت بازیه، چه وقت میتونن ورزش بکنن، چه وقتی وقت مطالعه است. اگه مدرسه داره تکلیف میده، یه مقداری ساختار برنامه مشخصی، چون تکلیف‌های مدرسه رو باید انجام بدن. بعضی پدر مادرها انتقاد میکنن که مدرسه‌شون تکلیفی نداده. ممکنه اون پدر مادرها لازم باشه خودشون تکلیف درست بکنن برای بچه‌ها، ولی ساعت تکلیف انجام دادن باید مشخص باشه. و بعد در بین اینا بچه‌ها وقت آزاد داشته باشن. اگه این روتین رو بتونیم پیاده بکنیم، یه ترکیبی میشه بین این که بچه‌ها کارشون انجام میدن، بعد وقت آزاد دارن، تو وقت آزاد بازی میکنن یا بازی کامپیوتری میکنن، دوباره فامیلی برمیگرده با هم وقت پیدا میکنه، بعد دوباره وقت تمرینات مختلف پیش میاد. یه نمونه از این رو به شکل یک جدول برنامه زمانی تهیه کردیم که اگه به اون دقت بکنیم، تقریبا از صبح و بعد از ظهر یه روتینی رو میتونیم تو خونه انجام بدیم با بچه‌ها که امیدوارم کمک بکنه.
از بازی کامپیوتری حرف زدین، خیلی ها از جمله مرتضی و فهیمه پرسیدن که بچه هاشون برخلاف میلشون وقت خیلی بیشتری رو جلوی تلویزیون یا کامپیوتر میگذرونن، نگرانن که آیا بعد از دوران قرنطینه و کرونا چجوری میتونن برشون گردونن به اون دیسیپلین همیشگی. مسئله از اونجایی شروع میشه که بچه ها اگه روتین نداشته باشن و از صبح که میخوان بیدار بشن وقت آزاد در اختیارشون باشه، ورزشی نکنن یا وقتی رو برای مطالعه نداشته باشن یا مثلا چیزای جدید شروع نکنن یاد بگیرن، خب پناه میبرن به تماشای تلویزیون یا استفاده از کامپیوترشون و بعد یواش یواش کارهایی که بعد در طول روز انجام بشه شب انجام میشه، شب بیدار میمونن، خوابشون به هم میخوره، در طول روز میخوابن یا دائما تو رخت خوابشون میمونن. بنابراین دوباره گذاشتن روتین، اینکه چه ساعتی از صبح بیدار شن، پیژامشون رو عوض کنن، لباس مناسب بپوشن، عین اینکه انگار دارن میرن از خونه بیرون یا سر کارن، تا اونجایی که میشه بدونن که در طول روز چه فعالیتهایی داره انجام میشه، زمانی که شما اختصاص میدین برای بازی کامپیوتری رو بدونن که مثلا اگه میخوان یک ساعت تایم بازی کامپیوتریشون باشه بعد مثلا تکالیفشون رو انجام داده باشن یا کار خونه به شما کمک کرده باشن یا ورزششون رو کرده باشن و در ازای اون میتونن دسترسی داشته باشن به بازی کامپیوتری. در مرحله بعدی وقتی که این تغییر تموم بشه و بخوان برگردن به روال عادی زندگی، من امیدوار هستم که زمانی که از خونه بیرون میرن و با دوستاشون سفری میکنن و فعالیت‌های روزمره‌شون شروع میشه، وقتی رو نذاره که دیگه اونا بخوان به بازی کامپیوتری بپردازن. گرچه ممکنه بعضی بچه ها برای این گذر از این شرایط به شرایط عادی منجر به این بشه که اضطراب پیدا بکنن، نخوان از خونه بیرون برن و اگه یه همچین شرایطی پیش اومد، خب فراخور اون باید با کارشناس امن روانشناس صحبت بکنیم که کمکتون بکنیم. مریم سوال کرده که پسرش 6 سالشه و گاهی گریه میکنه و ازم میپرسه که مامان تو از کرونا میمیری، واقعا سخت آروم کردنش، چی باید بهش بگم؟ ببینید یه همچین سوالی ریشه اصلی استرابه و ریشه اصلی اینه که آیا من مامانم از دست میدم یا نه. بنابراین خیلی مهمه که فرزندتون رو آروم بکنین، باب گفتگو رو باش باز بکنین، بچهای بزرگتر رو میتونین ازشون سوال بکنین که تو چی شنیدی، تو اخبار چی شنیدی که نگرانت میکنه، بیا به من بگو. بچه های کوچیک‌تر رو میتونین با این جمله شروع بکنین که من میدونم این روزا همه راجع به کرونا حرف میزنن، این یه چیزیه که ممکنه آدم ها رو مریض بکنه، ولی ما دستامون رو میشوریم، تو خونه میمونیم، مواظبیم که مریض نشیم. بعدم اطلاعاتشون رو تصحیح بکنین. اینکه هر کسی کرونا بگیره بمیره واقعیتش اینطور نیست. تقریبا 80% کسایی که آلوده میشن با ویروس علائم خفیف رو نشون میدن. برای همین بچه باید بدونه که اگرم عفونتی ممکنه به وجود بیاد، خب در اکثریت عفونت شدید و به معنای مرگ نیست. در درجه بعدی هم من تقاضا میکنم که مواجهه شدن با اخبار در بچه ها خیلی کم بکنیم، نه که بی خبر از همه چی باشن، ولی تا اون حدی که اخبار بهشون مربوط میشه، اینکه تلویزیون دائما روشن باشه و اخبار تکرار بکنه پشت سر هم و آمار مرگ و میر و کشته شدن و بیمارستان و اتاقای آی سی و اینها رو نشون بده و بچه‌ها دائما اونو بخوام ببینن، حتی بزرگسالا، این باعث میشه که سطح اضطراب ما بالا بره و مغز ما در شرایطی قرار بگیره که دائما واکنش‌های اضطرابی رو بهش فکر بکنه و حتی آرامش خودمون رو به هم بزنه. بنابراین اخبار از منابع موثق بگیریم و در حدود محدود وقتتون رو برای اخبار بذارین و با بچه‌ها راجع به عاطفه و احساسشون صحبت بکنین و مطمئنشون بکنین که شما قوی هستین و سالم هستین. خیلی ممنون دکتر شاکر. شما هم سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما برای ما بفرستید.